قرار است سه ورزشکار مبارزات آزاد کشور برای حضور در یک دور مسابقات مبارزات آزاد میان ورزشکاران نظامی کشورهای جنگ زده که به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد در کشور روسیه حضور خواهند یافت. در این رابطه صحبت میکنیم بیشتر با آقای نصرت آخوندزاده، ورزشکار مبارزات آزاد که خودش در این رقابت ها قرار است حضور پیدا کنه. آقای آخوندزاده، خوش آمدید به استودیو. سپاس. سلام، خدا خدمت شما، خدمت بیننده های خوب تلویزیون تلو نیوز تقدیم میکنم. عید سعید ادها را از صمیم قلب تمام ملت افغانستان تبریک میگم. سپاس. سلام به شما. ابتدا میشه در مورد این مسابقات قرار است در روسیه برگزار شود، هدفش چی است، از طرف کی برگزار میشه و شما چگونه انتخاب شدین به این مسابقات؟ خب این مسابقات قسمی که هموطنان ما در جریان است بین ارتش نظامی های کشورها است که برای اولین بار یک تورنمنت جور شده در به میزبانی روسیه که از سازمان UFC و سازمان ACB و نایت فایت بهترین هایش انتخاب کردن که در این دور در 29 اگست مبارزه میکنن که خوشبختانه از افغانستان در سه وزن، در وزن 65 کیلوگرم اسماعیل ایدری، در وزن 70 کیلوگرم خودم و در وزن 86 کیلوگرم نثار احمد وطن دوست انتخاب شده و این برنامه را از طرف درمل لاهو ورزشکار نماینده افغانستان که در روسیه زندگی میکنند برنامه و مچیره های بهترین انتخاب شده. بسیار خوب. در مورد حریف داگاهی داری که چیگونه است، از کدام کشور است و کارنامهش چیگونه است، آیا میتونید مقابلش مبارزه کنی؟ خب حریف خودم 70 کیلو وزن بدنش است، در ریکارد شیرداغ داره که یکی از قهرمان های خوب روسیه است، کارنامه ورزشی خوب داره. خب و ما هم همچنان از آمادگی های خوبی برخوردار هستم، دو ماه که در قرنطین پیشتینرهای خود هستم، انشالله زحمت بی نهایت زیاد کشیدیم. مدت دو ماه شد که زحمت کشید. بله، مدت دو ماه که در قرنطینه هستم، تامینات خود پیش میبرم. بسیار خب، قبل از این هم خودت مسابقات بیرون مرزی داشتی؟ اگر داشتی دستاورد چی بود؟ نبود؟ خب اماتوران ما در جریان است که من مسابقاتم اماتور و پروفشنالم در حدود 21 مسابقه شده و 7 مسابقه مشب ثبت شیرداغ است که تا هنوز در کارنامه ورزشی ما باخت نیست در رشته MMA و مسابقاتی که با حریف های مرکز شده. سبقه که گفتین چگونه سبقه است؟ خب این ثبت شیرداغ ثبتی است که امو فایترهایی که در UFC مبارزه میکنن و در UFC و ACB یک سایت رسمی است که ورزشکارهای حرفه‌ای در او ثبتن راجستر و رسمیت میداشته باشه که خوشبختانه 7 شیرداغ مده او دارم که تا هنوز شکست درش نیست، یک استاب دکتر است، تا هنوز در این شکست نخوردیم در رشته مبارزه آزاد و سفرهای ما در کشورهای مختلف تاجکستان و ایران و اندو کشورهای مختلف حریفای ما و در داخل افغانستان که فایترهای از خارج از افغانستان دعوت کردیم. بسیار خوب. و دستاورد چی بوده از این مسابقات؟ خب ما 3 کمربند از سازمان های مختلف دارم که دوی دیگه شام دفاعی شکدیم و اون مسابقاتی که پنج راونه می باشه سر کمربند می باشه و مسابقه عادی مدال نداره. خب سه و دو پنج کمربند دو دفاعیش است و دیگه یک مدال از مسابقات تاجکستان که یکی از قهرمان های تاجکستان ها که برنامه از او را همچنان در مسابقه لاهو ست کده بود. ما 6 ورزشکار از افغانستان رفتیم که 3 تای ما نتیجه داد که امون 3 نفر امروز انتخاب شده و 3 نفر ما مسابقه را با حریفای خود واگذار ساخت. خوشبختانه تانستم در راوند دو حریفم یکی از قهرمان های تاجکستان که در 2016 مدال طلا گرفته بود در رشته کامبک سامبو تانستم که در راوند دو شکست بتومش و امون مدالی که از طرف سازمان تاجکستان به نظر گرفته شده بود ما به خود گرفت. بسیار خوب. در مورد دو ماهی که شما ذکر کردین آمادگی گرفتین در مسابقات، فکر میکنین که بازی را برنده شوین؟ خب قسمی که هموطنان ما در جریان است زمینی برای ورزشکارهای افغانستان مساعد نیست، قسمی که با فایترهای خارج مساعد است. خب ما دو ماه با همکاری ترینرهای ما تشکری میکنم از ترینرهای خود و پارتینرهای خود که استاد عبدالواسی قیومی است، استاد محمد شفیق اقیار و واحد ایدری قهرمان سنگین وزن ما و استاد مقیم آشوری که در دو ماه شبانه روزی همراهی به زحمت کشیده با امکانات کمی که در افغانستان از مشکلاتی است. خب از آمادگی های خوبی برخوردار هستم، انشالله مطمئن هستم که دعای مردم افغانستان باشه، بیرق افغانستان مثل همیش بلند میسازن. بسیار خوب. این رفتن شما در این مسابقات و حضور شما در این مسابقات زیر نظر فدراسیون ورزشی رزمی است یا نه؟ شما از آدرس یک سازمان جدا میخواین شرکت کنین؟ ورزشی رزمی بخش اماتور میشه، مسابقات MMA پروفشنال اون من در دنیا خود از اینا سازمان های شخصی است که از طریق سازمان ها ما میریم که
بزرگترین سازمانی که اکثریت ورزشکار ما از این سازمان رابطه میگن سازمان چیفسی است و یعنی سازمان شما هم مربوط به سازمان چیفسی است چیفسی است بله و از طریق سازمان چیفسی و سازمان چیفسی یک سازمانی است که راجستر در کشورهای خارج است و مسابقات ما مربوط ورزشهای رزمی نمیشه مسابقات پروفشنال است یا به خاطر که در چوکات تربیت بدنی و المپیک ثبت راجستر نیست مجبور به سازمانهای شخصی میشه از افغانستان نه بلکه از تمام کشورهای دنیا بسیار خوب و ای که شما از آدرس یک ورزشکار ملکی میرین یا نظامی؟ خب ما در این مسابقات ما از آدرس نظامی میرم به خاطر که مسابقات بین ارتشای جهان است خب از آدرس نیروهای نظامی میرم سپاس از حضورتان آقای نصرت آخوندزاده قربان شما یک پیام دارم به تمام ورزشکارا بسیار کوتاه بیایید در راستای ایجاد همبستگی کار کنیم نه در جهت تفرق و تعصب لطفاً بس است سپاس از حضورتان